سلام دوستان، فراز هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به زندگی هنری فرانگیس فروهر و همسرش جهانگیر فروهر، بازیگران قدیمی قبل از انقلاب میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. فرانگیس فروهر زاده 12 آبان 1319 در شیراز با نام اصلی فرانگیس فرهزادی بازیگر ایرانی بود. او همسر سابق جهانگیر فروهر بازیگر و مادر لیلا فروهر خواننده ایرانیه. تا مقطع سیکل تحصیل کرد و بعد از اون مدرسه رو رها میکنه. در سن 22 سالگی با نمایش مست در سال 1341 در تئاتر سپاهان اصفهان به روی صحنه رفت و مدتی بعد با فیلم گنجینه سلیمان در سال 1345 وارد سینمای ایران شد. اون بعد از ازدواج با جهانگیر فروهر نام خانوادگیش رو به نام شوهرش تغییر داد. اون و جهانگیر فروهر دارای 2 فرزند به نامهای لیلا و فریبا هستند که اولی بازیگر و خواننده مشهوره. فرانگیس فروهر بعد از جدایی از جهانگیر با داوود اسماعیلی، تدوینگر، کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگر ازدواج کرد که بعد از مدتی از اون نیز جدا شد. حاصل این ازدواج فرزندی به نام حمید رضا بود. پیش از انقلاب 57 ایران، فروهر در 40 فیلم سینمایی به ایفای نقش پرداخت. گفته شده ایشون در فیلمی بعد از انقلاب ایفای نقش کرده، اما کسی که در فیلم جهان پهلوان تختی ساخته که بهروز افخمی بازی کرده گیتی فروهره، نه فرانگیس فروهر. او هم اکنون در کنار فرزندانش در آمریکا زندگی میکنه، ولی خانم گیتی فروهر در سال 77 فوت کرد. فیلم هایی که فرانگیس فروهر در اونها به ایفای نقش پرداخته میشه به پاپوش در سال 52، جنوبی در سال 52، آخرین نبرد در سال 51، آشوبگر در سال 51، عتل متل توتوله در سال 51، پخمه در سال 51، تنها مرد محله و توبه در سال 1351 اشاره کرد. جهانگیر فروهر زاده 3 خرداد 1295 در تهران از بازیگران سینما، تئاتر و تلویزیون ایران بود. جهانگیر فروهر در بیش از 100 فیلم، 30 سریال و چند اثر تئاتری به ایفای نقش پرداخت و از فیلم‌های مهمی که اون بازی کرده میشه به سوت دلان و مسافران اشاره کرد. لیلا فروهر خواننده ایرانی مقیم لس آنجلس دختر ایشونه که در برخی فیلم‌های سینمایی مانند گل خشخاش، رابطه جوانی و شب آفتابی با اون همبازی بوده. جهانگیر فروهر پسر مصطفی خان دوام السلطنه، نوه میرزا علی خان قوام الدوله و نتیجه میرزا عباس خان قوام الدوله در سال 1295 بود. اون در 18 سالگی بعد از اخذ دیپلم از هنرستان صنعتی بازی در تئاتر رو تجربه کرد، ولی فعالیت هنری وی به طور رسمی و حرفه‌ای در سال 1321 با حضور در نمایش یوسف و زلیخا در تئاتر سپاهان اصفهان آغاز شد. فعالیت هنری خودش رو در زمینه تئاتر از 18 سالگی شروع کرد. همچنین بازی در سینما رو از سال 1345 با فیلم گنجینه سلیمان کاری از عزیز الله رفیعی آغاز کرد. اون بعد از انقلاب به دادگاه‌های انقلاب اسلامی احضار شد. در سال 1370 لوح تقدیر نقش دوم مرد برای فیلم خانه خلوت ساخته مهدی صباغ‌زاده رو از 10th جشنواره فیلم فجر دریافت کرد. از آخرین کارهای این بازیگر میشه به شب بخیر غریبه در سال 1375، تهران روزگار نو در سال 1375، کمیته مجازات و شیرین و فرهاد در سال 1374، آرزوی بزرگ، الو الو من جوجوام و مأموریت آقای شادی در سال 1373، مجسمه و مستأجر در سال 1371 و آقای بخشدار در سال 1370 اشاره کرد. خانم لیلا فروهر، دختر جهانگیر فروهر و فرانگیس فرهزادی، کسیه که تمام نسل‌ها وی رو می‌شناسن. از دهه 50 تا دهه 80 همه ی آهنگ های وی رو گوش دادن و عده زیادی هم با ترانه های این خواننده محبوب خاطره دارن.
لیلا فروهر متولد 4 اسفند 1337 در اصفهان خواننده است. اون در یک خانواده هنرمند بزرگ شد. ابتدا بازیگر بود و نزدیک 50 فیلم و سریال بازی کرد. اما رفته رفته به سمت خوانندگی کشیده شد و حالا یک هنرمند نام آشنا شد. لیلا فروهر، دختر جهانگیر فروهر و فرنگیز فرهزادی هر دو از بازیگران شناخته شده یک قبل از انقلاب بودند. لیلا تنها یک خواهر به نام فریبا داره. به علت حضور پدر و مادر در عرصه بازیگری، از 3 سالگی وارد صحنه بازی در تئاتر سپاهان اصفهان شد و نخستین بار در 6 سالگی با فیلم مراد و لاله وارد سینما شد. او همچنین در نوجوانی در فیلم‌های زیادی به بازی پرداخت که میشه به فیلم‌هایی چون رابطه جوانی، همکلاسی، میهمان و شب آفتابی اشاره کرد. لیلا فروهر از کودکی خوانندگی رو به طور حرفه‌ای آموخت و خواننده شد. او آفریننده آثاری شد از جمله شمیم، دو پرنده، کلاغ‌های خبرچین، قصه عشق و غیره. در سال 1347 وقتی 10 ساله بود در فیلم سلطان قلب‌ها در کنار محمد علی فردین بازی کرد و سابقه بازی با بهروز وثوقی رو هم در فیلم من هم گریه کردم رو داره. خانم فروهر در طول عمر بازیگری خودش در بیش از 47 اثر حضور داشت. از 14 سالگی با حمایت پدرش به آموختن موسیقی و نوازندگی سه‌تار پرداخت. اون در مدت کوتاهی شروع به برگزاری کنسرت در ایران و بیرون از کشور کرد. خوانندگی در کنار بازیگری لقب کودک خردسال سینمای کشور ایران رو از مردم گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 به دادگاه احضار و از بازیگری و خوانندگی محروم شد. بعد از 8 سال زندگی در ایران در سال 1365 از طریق خاک ترکیه به کشور آلمان رفت و سپس مدتی در فرانسه ساکن شد. اون تو سال 1366 برای همیشه به کشور آمریکا رفت. اوایل ورود به خاک ایالات متحده آمریکا وقتی 30 ساله بود ازدواج کرد، اما بعد از 2 سال این رابطه به جدایی ختم شد. لیلا فروهر برای دومین بار در 29 مرداد 1383 با فردی به نام اسماعیل نبی معروف به اسی ازدواج کرد. لیلا فروهر هیچ فرزندی نداره و در کالیفرنیا ساکنه. فریبا خواهرش به عنوان مدیر برنامه اون فعالیت داره. در سال 1389 لیلا فروهر در جشن نوروزی کتابخانه توماس جفرسون در کنگره ایالات آمریکا به اجرای برنامه پرداخت. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و کامنت گذاشتن ما رو در ادامه این برنامه ها همراهی میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و روی زنگوله هم کلیک کنید. تا برنامه بعد خدا نگهدارتون.